ویدیوی آخر فصل 44 تتراسایکلین ها، اوکسازولیدینون ها، لینزولید. بگو لینزولید. اینجا گفته لینزولید، تلفظش اینه لینزولید. لینزولید یکی از داروهای خانواده اوکسازولیدینون هاست که از داروهای ضد میکروبی سینتتیک جدید محسوب میشوند. این دارو علیه ارگانیسم‌های گرام پوزیتیو از جمله استافیلوکوکا، استرپتوکوکا، آنتروکوکا، کوکسی‌های گرام پوزیتیو، آئرو و باسیل‌های گرام پوزیتیو نظیر کولینوباکتری‌ها و لیستریا مونوسایتوژن فعال است. این دارو عمدتاً در باکتریوستاتیک است. بجز برای استرپتوکوک‌ها که باکتری سیدال می‌باشند، در آزمایشگاه فعالیت اندکی علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وجود دارد. لینزولید با مهار تشکیل مجموعه رایبوزومی، آغاز کننده سنتز پروتئین در ارگانیسم‌ها، مانع از سنتز پروتئین می‌گردد. از آنجایی که جایگاه اتصالی آن برای آرنه 23S رایبوزومی زیرواحد 50S منحصر به فرد است. 23S یعنی 50S، خودش یه 23 داشت، یه 5 داشت، یه شماره که 38 یا همچین چیزی. آره. داشت، هیچ مقاومت متقابل با سایر داروها نداشت، چون اصلا میره با 23S باند میشه لینزولید. لینزولید مقاومت از طریق جهش در محل اتصال لینزولید بر روی آرنه رایبوزومی 23S شاید ایجاد بشه. سمیت عمده لینزولید به صورت هماتولوژیک و ریورزیبل و عموما خفیف میباشد. ترومبوسایتوپنیا شایع ترین تظاهر است، تقریبا در 3% از دوره های درمانی دیده میشود، به خصوص هنگامی که دارو برای بیش از 2 هفته تجویز شود. ترومبوسایتوپنیا یعنی پلاتلت ها کم میشه. نوتروپنیا کم کنی نیز ممکن است روی دهد که بیش از همه در بیمارانی با استعداد ایجاد سرکوب، با استعداد ایجاد سرکوب استخوان و یا وجود زمینه آن ایجاد می شود. در مواردی از نوروپاتی اپتیک نوروپاتی محیطی و اسیدوز لاکتیک اسیدوزیس در پی مصرف درازمدت لینزولید گزارش شده. تصور می شود که این عوارض جانبی به مهار ساخت پروتئین های میتوکندریایی بر اثر دارو مربوط هستند. جالب. چون میتوکندریام اینهیبیت میشن دیگه، تر تو انیتریسشون و کلن بدن میریزه به هم، اپتیک نوروپاتی میگیره. لینزولید به دنبال تجویز خوراکی دارای بایو اویلیبیلیتی 100% و نیمه عمر 4 تا 6 ساعت است. این دارو از طریق متابولیسم اکسیدیتیو متابولیزه میشود و 2 متابولیت فعال را ایجاد میکنند. این دارو نه القا کننده و نه مهار کننده های P450 است. لینزولید یک مهار کننده ضعیف و برگشت پذیر مونوامین اکسیدیز هاست، ماوها. مواردی از سروتونین سیندروم در پی تجویز همزمان لینزولید با داروهای سروتونرژیک به ویژه مهار کننده های انتخاب برداشتی سروتونین یعنی سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتورها گزارش شده است. حد اکثر غلظت سرومیان به طور متوسط 18 میکروگرم در میلی لیتر به دنبال یک دوز خوراکی 600 میلی گرمی است. دوز پیشنهادی برای اغلب اندیکیشن ها 600 میلی گرم دوبار در روز به صورت خوراکی یا وریدی میباشد. این دارو جهت عفونت های ایفسیوم، مقاوم به ونکومایسین، پنومونی بیمارستانی، پنومونی کسر شده از جامعه و عفونت های پوستی عارضه دار و بدون عارضه مناسب است. این دارو باید برای درمان عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های متعدد گرم پوزیتیو مقاوم به دارو نگه داشته شود. این دارو باید برای درمان عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های چی؟ متعدد گرم پوزیتیو مقاوم به دارو نگه داشته شود. حالا یه بار دیگه کل این فصل رو ریویو می‌کنیم. از تتراسایکلین ها، خود تتراسایکلین ها خودمون گفتیم به 30S باند میشه، اوکی؟ دوکسیسیکلین، مینوسیکلین، تیگسیکلین که فرم داخل وریدی بود و فرم جدیدش بود. ماکرولید ها، اریتروماایسین با 50S باند میشه اینا، کلاریتروماایسین، آزیتروماایسین که برای پنومونی اکتساب از جامعه است، تلتیرومایسین که گفتیم این کینولیده، ماکرولید دیگه نیست، این در واقع تلتیرومایسین کینولید بود. لینکوز آمید ها، کلیندامایسین با اتصال با 50S، استرپتوگرامین، کینوپریستین کمپرست، دالفوپرستین دولفین پرست، اینم با 50S. کورامفنیگل با اتصال به 50S رایبوزوم پروتئین اینهیبیت میکنه و اوکسازول ایدینون ها اینجا نوشته اوکسالیدینون ها، اشتباه نشه، اوکسازول ایدینون ها مثل لینزولید که با اتصال به 23S اینهیبیت میکنن، مثل اوکسازولیدینون، میبینی اوکسازولیدینون، استرپتوگرامین، لینکومایسین، کتولید،
اریترومایسین های جنریک، تتراسایکلین ها، دموکلوسیکلین، دوکسیسیکلین، می‌بینیم مینوسیکلین. حالا دوکسیسایکلین اسم تجاریش هست ویبرومایسین، دموکلوسیکلین اسم تجاریش هست دکلومایسین، مینوسیکلین اسمش هست مینوسین، مینوسین، تیگسیکلین اسمش هست تیگاسیل، از ماکرولیت ها آزیترومایسین اسمش هست زیتروماکس، کلاریترومایسین اسمش هست بیاکسین، می‌بینی؟ کینوپریستین و دالفوپریستین اسمش هست سینرسید، لینزولید اسمش هست زیووکس، تلتیرومایسین اسمش هست کتک. تموم میشه. بریم سر چپتر بعدی، آمینوگلایکوزیدها و اسپکتینومایسین ها. اسپکتینومایسین